امام خمینی و جهان معاصر عنوان نشستی تخصصی بود که جمعی از مقامات، اندیشمندان و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی ایران و روسیه را از راه‌های دور و نزدیک گرد هم آورد. سرگئی بابورین، سیاستمدار و نماینده پیشین مجلس دومای روسیه: امام خمینی به تمام جهان آموخت که چگونه می‌تواند چنگال امپریالیست رهایی یابد. آندره اسمیرنوف، فیلسوف شهیر و رئیس انستیتو فلسفه روسیه: امام خمینی انقلابی را پایه‌گذاری کرد تا مردم طعم واقعی استقلال را بچشند. گنادی آودیف، ایران شناس و دیپلمات ارشد شوروی سابق در ایران: امام خمینی پرچم مبارزه با امپریالیسم را بلند کرد و برای استقلال و حق حاکمیت ملی به پا خواست. لودمیلا آودیووا، شاعره و نویسنده 8 عنوان کتاب درباره انقلاب، امام و مقام معظم رهبری: امام خمینی انقلابی را رهبری کرد که نتیجه آن استقلال حقیقی و پیشرفت امروز ایران است. علی اکبر، علی اکبروف، رئیس انستیتو شرق شناسی و دیمیتری سافانوف، دبیر بخش گفتگوهای بین ادیان کلیسای ارتودکس، میهمانان روسی این وبینار بودند. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه: امام خمینی هم به لحاظ نظری انسان ویژه و تاثیرگذار در جهان معاصر بودن و هم به لحاظ عملی مؤسس یک انقلاب و یک حکومت مبتنی بر دین و اسلام رو تشکیل دادن. حجت الاسلام اکبری جدی، رئیس مرکز اسلامی مسکو، حسین ملکی، معاون سفیر کشورمان در روسیه و قهرمان سلیمانی، رایزن فرهنگی سفارت ایران در روسیه، به نمایندگی از کشورمان دیدگاه‌های خود را بیان کردند. شرکت کنندگان در این وبینار تخصصی تأکید کردند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی نه تنها برای مسلمانان جهان، بلکه برای همه آزادی‌خواهان جهان الهام بخش است. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.